اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه. ولی من نیستم که این کار نشه. اگر که بنا باشه. بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت این قوم نکردند به ناموس برادر. چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به دوری. هر بامداد همراه با سعید آوازخوان عاشق ایران بودیم. صبحت به خیر ایرانم، روزت خوش و سلامت. همراه با سعید سر می زدیم تا همه سوی وطن، از اصفهان به مشهد، از کوچه باغ‌های سنندج تا تبریز، اهواز تا بوارده آبادان، بوشهر تا کرمان و بندرعباس، از زاهدان به ساری و گیلان. ما عاشقان میهن آزاد، زیبا و سربلند و سرفراز، آباد و شاد. ناگاه دجال از سفر آمد، آواز ما مصادره شد، تبعیدی همیشه شدیم همراه با سعید. حالا او رفت، من ماندم تا بامداد دیگر. شاید شاید دوباره با یادش در بامداد نزدیکی با هوشنگ قانعی باری دوباره سر کنم آواز. صبحت بخیر ایرانم، صبحت بخیر. علیرضا نوری‌زاده، دوشنبه 20 جولای، ژوئیه، 30 تیر ماه، به شما سلام. خیلی افسرده، من چقدر این روزا خبر رفتن رفقامو دادم. سعید قائم مقامی هم. ما حکایتمون با سعید حکایت دور و درازیست بود که در سالهای تبعید کمتر با هم بود. سعید روحیات و احوال خودش رو داشت. به شدت عاشق ایران بود. آرزو میکرد یک روزی دوباره با هم در اون استودیو بگوییم صبح بخیر ایران. اون آرمستیشن هایی که کلامش رو من گفته بودم و آهنگش رو زنده یاد ناصر چشمازه. صبح بخیر ایران، صبح بخیر ایران. 6 صبح من اونجا بود. سعید گاهی اوقات نیم ساعت دیر می اومد. من شروع می کردم با نیایش بامداد. نیایش رو می خوندم، سعید می اومد با هم شروع می کرد. برای اولین بار بود تو تاریخ رادیو در ایران نویسنده کنار گوینده میشست، مطلب رو همونجا مینوشت، بهش میداد و گوینده میخوند. اصلا بی‌نظیر بود. هوشنگ قانعی یکی از بهترین تهیه کننده های تاریخ رادیو تهیه کننده ما بود. در اتاق پخش با حال ما آهنگ و تشخیص میداد. یعنی وقتی میدید من توی حال غریبیم، بعد سعید داره میخونه و حال خاصی داره، یه دفعه میدیدی هوشنگ آهنگی رو داره پخش میکنه که اصلا میلرزوند. چه عاشقانه ها خوندیم، چه حرفای گفتیم که تو جامعه تأثیر داشت. و سعید با اون صدای مخملینش میگفت و نوشته های منو میخوند. من و او و هوشنگ خیلی رفیق بودیم، زندگی ها با هم کردیم، شبای بسیاری رو با هم بودیم. با اسماعیل جان میرفخرایی که بعد از ظهر من همین برنامه رو با او داشتم، عصرانه با رادیو 2 کنارش میشستم مینوشتم و اسماعیل عزیزم میخوند. از جمع ما حالا سعید رفت. آرزوی سلامت دارم، عمر بسیار دراز برای اسماعیل جان میرفخرایی، برای عزیزم
هوشنگ قانعی که چقدر دلم براش تنگ شد. و یه چیز عجیب بهتون بگم، تو جمع ما اینالوی نازنین بود که اون تیم ورزشی که در واقع توی رادیو دو و تلویزیون دو اومده بودن، ایرج ادیب‌زاده عزیزم که عمرش دراز باد و افتخار همکاریش رو الان با هم داریم، ایرج جان ادیب‌زاده و مانوک عزیز که او هم رفت، مانوک خدا بخشه، عجب روزگاری بود، خیلی روزگار زیبایی بود. و خمینی چه کرد، چه بلایی سرمون آورد. و فکر میکنم اون برنامه صبح خیر ایران امروز چی بود، یا عصرانه با رادیو ده امروز کجا. بسیار برنامه موفق. روز اولی که ما برنامه رو شروع کردیم، چون رادیو تلویزیون دو بود و قرار بود تهران باشه، آرم استیشن ما شروع برنامه رو که کردیم، روز اول صبح بخیر تهران، یه بار دم قانعی به من اشاره بود، بودو بودو رفتم تو استودیو، پس گفت مهندس قطبیه. چی شد های مهندس؟ چرا تهران؟ ایران؟ برنامه شما همه جای ایران داره پخش میشه. و فرد همون شب رفتیم استودیو، یه آرم استیشن تازه درست کردیم، همون آهنگ ولی صبح بخیر ایران با اون گروه کره ناصر چشم. و بعد مهندس قطبی چقدر محبت داشت، چقدر لطف داشت، عجیب بود، عجیب بود. هیچ دریغی از ما نداشت. آهنگ میخواستیم، صفحه میخواستیم. شاهید گاهی اوقات میرفت فرانسه، یه مقدار میگرد برامون میاد، خودمون میرفتیم، برادر قانعی میرفت و هیچی کم نداشت. آهنگ اکسیژن هم که پایان بخش برنامه همون بود، آهنگ اکسیژن ژان میشل ژار که من عاشقشم، اون رو انتخاب کردیم. سعید پایان برنامه روی میشل ژار یک شعر یا تکیه ادبی که من می‌نوشتم اونو میخوند به عنوان خداحافظ. سعید جان بدرود. به لیدا، به فرزندان تسلیت میگم و جات خالی خواهد بود بین ما. باری آقای موسوی مجر رو اعدام. موسوی مجر حکایت غریبی داره، یعنی من دلم میخواد این حکایت رو براتون بگم، برای اینکه آدمی بود که بیگناه اعدام شد. بیگناه به این معنا که 14 ماه قبل از او رو در مهر 1397 دستگیر کردن، در دیماه 98 حاج قاسم رفت و 14 ماه او تو زندان بود قبل از کشته شدن حاج قاسم. اما داستانش چی؟ فرمانده هیدر که در سوریه معروف بوده، فرمانده هیدر و در ستاد نیروی قدس در اونجا، اول عربی رو خوب میدونست، مدتها در سوریه و لبنان زندگی کرده بود، منطقه در سوریه که بود خیلی متعبد و زاهد و مسجد بره و زینبیه بره و مراسم از این اعیاد و عزا همیشه حاضر باشه. بیروت که میرفت تفاوت میگه، وصف فرق میگه. یه دوست دختری داشت، نادیا، و که ظاهرا معلوم شده مأمور حزب الله بود. با او میرفت این ور اونور گرده، شبا میرفت کریزی هورس، میرفت کازی لبنان، این ور اونور، و یه خود بی احتیاط. یه آدمی که در جای او قرار داره شب نمیره بشینه تکیلا بخوره و ویسکی بخوره و ودکا بخوره، بعد تظاهر هم بکنه، مثلا بخشش در بیاره اونجا، مثلا پول بده، $10 بده، چیز بده که همه فکر کنن که این آدم کیه که اینقدر ملخرج. و همینطور در بعضی از مهمونی های خصوصی میرفت. با یه دوست مسیحی داشت که با اون خانومم ارتباط داشت که حالا معلوم شد او هم مأمور حزب الله بوده. اونجا که میرفت خب پارتی های خصوصی بود. تو لبنان هم که این حرفا نیست، یارو دختره با مایه دو تیکه میاد پشتش میزه حزب الله، این حرفا معنی نداره. و
به همین دلیل هم رژیم شکست خورده و حزب الله موفق نشده لبنانی ها رو اسلامیزه بکنه. تو این گیرودار به فکر افتاد که بره دانشگاه آمریکایی بیروت درس بخونه. به اتفاق فردی که من میشناسمش با هم رفتن دانشگاه آمریکایی. فردی در اونجا بود که ظاهرا از اساتید بود و او باش آشنا شد. حالا من اسمو فقط میگم استیف. و این آشنایی مکرر شد، منجر به دیدارهای مکرر شد. چند جلسه ای فرمانده هیدر در لکچرای دانشگاه شرکت کرد ولی هرگز محصل اونجا نشد. و من یه نکته براتون بگم، حزب شیطان همیشه در صدد شکاره برای اینکه خودشیرینی بکنه جلوی سید علی آقا پول بیشتر. همون آغازی که تازه اومده بودن، اون آغاز که موسوی رئیسشون بود به کشتنش اسرائیل، عباس آقا دوست عزیز من ابو وفا محمد خاتمی رو دستگیر کرد. محمد یه جایگاه بالایی داشت در سپاه در بقیه، ولی خب بابا هم ارتباط داشت. محمد و حزب الله گرفت. 18 ماه محمد در بیغوله هایی در بیروت زیر زمین در کنار گروگانایی که گرفته بودن، خیلی از گروگانای آمریکایی، حتی تریویت اینا با محمد بودن و محمد حکایات شنیدنی از اونا داره. سرانجام حزب الله بعد 18 ماه محمد تسلیم جمهوری اسلامی کرد، بردنش به ایران. ظاهرا هم ازش اعتراف گرفتن که محمد با آلمانی ها ارتباط داره، با انگلیس ها، با آمریکایی ها، گرفتن همینجوری. من موقعی که توی دلیلم که تحویل دادن این بود، ما یه نشریه‌ای داشتیم که از تقریر اسمش بود، علی ولود روزنامه‌نگار مشهور لبنانی منتشرش میگه تو لندن. علی قاسم هم سردبیر بود که دوست من بود، سکته کرد و رفت. در این نشریه من یه خبر گذاشتم که حزب الله ابو وفا رو دستگیر کرد و جانش در خطره و خانوادش نگران. برادر ابو وفا در اون تاریخ نماینده آقای خویی در کویت، همطور با شیرازی ها ارتباط نزدیک داشتن، با آقای شیرازی هم ارتباط داشت، آیت الله محسن خاتمی، پدر اونم یکی از روحانیون سرشناس. ما خبر رو که گذاشتیم ولوله شد، حزب الله بلافاصله اون رو تحویل جمهوری اسلامی بردنش ایران و در اونجا خدا میده حکم اعدامش هم صادر کردن. پدرش رفت پیش خمینی، عمامه رو زد زمین که سید من و تو توی نجف با هم بودیم، من و تو قبلا با هم درس خوندیم، تو چجوری بچه منو میخوای بکشی؟ من میرم توی قم عمامه رو ور میدارم نعره میزنم. خمینی هم ترسید، خانواده اینا خیلی بزرگیه، خانواده خاتمی. محمد رو آزاد کردن به این جایی که آقا برو قایم شو، برو اصلا دیده نش، چون ری شهری مطمئنا میخواست رو بکش تردید. محمد شبانه از ایران خارج شد و خدا رو شد وقتی اومد من خبر رو شنیدم چقدر خوشحال شد که اون نجات پیدا کرد و الحمدلله یه بار دیگه رژیم تلاش کرد اون رو در عراق بدوزه که موفق نشد. به هر حال خدای حفظ کند که چقدر انسان عاشق ایران و نازنین. نفر دومی که اینا دستگیر کردن حزب الله، یک نفر انسان شایسته و وارسته سه زبون بلده در ادبیات، فرهنگ، عرفان، من چی بگم، رضا. این آدم مفسر مثنوی، شاگرد آقا رضی شیرازی بوده، با محقق داماد، با افراد برجسته روحانیت ارتباط داشت. او رو گرفت. چرا؟ با من در ارتباط.
اصلاح طلب در جریان 2009 میخواستیم با هم بهم یه کاری بکنیم، یه روزنامه‌ای داریم در بیروت، یه کاری بود. او رو گرفت و حزب الله یه مدت او رو شکنجه کرد، اذیت کرد روانی غیره، سرانجام تحویل ایران. در اونجا هم رفت و از او خواستم بیاد مصاحبه تلویزیونی بکنه مثل متی. و این آدم انقدر با شرف، انقدر با شرف دروغ نگفت، من دروغ نمیگم، من واقعیت رو بدم. نه نوریزاده پولی به من داده، نه کاری کرده، نه چیزی کرده، نه میخواسته یک کار مشترک تلویزیون یا روزنامه چیزی با هم بکنیم برای جنبش سبز. به هر حال خدا رو شکر میکنم که انقدر این آدم با خدا بود و دل پاکی داشت، آزاد شد و به هر حال تونست یه جوری از ایران خارج بشه. منظورم اینه حزب شیطان از این کارا زیاد بود. موسوی مجد رو هم حزب شیطان دستگیر کرد. شکنجه بسیارش خیلی که ازش اعترافات بود. اونم اعتراف میکنم گاله من دوست دختر دارم، کاباره رفتم بوله و جاسوس نیستم. این 5000 دلاری که داشتی از کجا آمد؟ به هر حال اذیتش خیلی کرد و سرانجام فکر کنم بعد از 18 روز خیلی آزاد دید، تسلیم سپاهش کرد. سپاه همونو بردن سوریه، از جان بردن ایران. در ایران هر چی شکنجش دادن حاضر نشد اعتراف دروغ بکنه. بعد اینا اومدن گفتن این اصلا تو سپاه نبوده، سپاه قدس نبوده، این رانندگی برای ما میکرده. چون عکسش در اومده بود با حاج قاسم و ابو مهدی مهندس، گفتن این برای ما رانندگی میکرد، کار دیگه نمیکرد. اما فرمانده هیده بالاتر از این حرف بود. درسته در سفر حاج قاسم به بیروت رانندگی میکرد ماشین رو، ولی به عنوان دو تا رفیق میرفتن یک کاوری هم درست بکنن، چون دو سه تا ماشین دیگه هم بود سر قبر عماد مقنیه با هم رفتن. حتی یه بار فامیلای حاج قاسم اومده بودن، او بردشون، اینقدر بهش اعتماد داشت، او بردشون خونه حسن نصرالله و در واقع میگه مقدمه آشنایی دخترش هم با سید رضا همونجا ریخته شد. به هر روی در زندان جمهوری اسلامی تا زمانی که حاج قاسم کشته شد هیچ کس اتهام این که او اطلاعات مربوط به حاج قاسم به امریکا یاد داده به او نزد. تنها صحبت که میکردن این آدم برای ما خطرناک، چون دهنش باز، مشروب میخوره، میره بیرون، حشیش میکشه، از این حرفا. اتهامات در این چارچوب دور میزد. به قاضی صلواتی هم سفارش شده بود که بله برید مثلا یه حکم 15 ساله بشه. ولی وقتی حاج قاسم رو کشتن و نشون داده شد چه سوراخ بزرگی در دستگاه امنیتی اینا وجود داره، اینا احتیاج به یک گوسفند قربانی داشتن، احتیاج به یکی که بگن ما اینقدر قدرت داریم تونستیم اینو بگیریم. اما حالیشون نبود. پدر این آدم که به پسرش به پاکی اون مؤمنه سکوت نخواهد کرد، میاد میگه، اعلام میکنه، فریاد میزنه، همینجوری رهاشون نمیکنه که هرچی درشون بخواد به پسرش بچسب. و به نظر من گفت دیدی که خون ناحق پروانشم. اینا کاری کردن، یا اوکو رو کشتن، شیخ رو کشتن، این سه جوون ما رو که به خاطر هشتک شما، به خاطر 7 میلیون امضا، به خاطر 7 میلیون بازدید اینا گفتن تجدید نظر میکنن. ای کاش ما در همه زمینه ها این کار رو بکنیم. یه استاد بزرگ نازنین من که خیلی ارادت دارم خدمتش، مرد وارسته و یک طبیب ارزشمند بزرگه، برای من نوشته بود که ایران is not for sale to China. گفت اینو هشتگ بکنی. منم واقعا معتقدم این کارو بکنی. یعنی این هشتگ باید درست بشه. حالا من با دوستانم صحبت کردم، اگر موافقت بکنن این رو با هم دیگه
میکنه انجام میده. و در مورد موسوی مجد دیدم چقدر نظر داده بوده شماها، نظرهای خیلی جالبی بود. همونطور که دیدم چقدر نظر داده بودید راجع به پخش مصاحبه خانم رجوی از تلویزیون ایران اینترنشنال. تلویزیون ایران اینترنشنال پارسال هم مراسم مجاهدین رو پخش کرده بود و امسال هم این گفتگو پخش شد. و فقط اینو میخوام بگم، ایران اینترنشنال به حال یه کار خبری کرده بود در نظر یه تلویزیون، تلویزیونی که تمام خبرها و گزارش ها رو پخش میکنه. اما نفرتی که مردم از مریم رجوی دارن، نفرتی که از این سازمان دارن، خیلی عجیبه. اینو متوجه تلویزیون ایران اینترنشنال نباید کرد، متوجه مجاهدی کرد که اینقدر منفورن. یا حتی یه تلویزیونیه که بیطرف میاد مصاحبهش رو پخش میکنه، مردم اینجور اعتراض میکنه. اینقدر اعتراض مثلا ندیده بودم هنوز. شما تا حالا کی دیدید شاهزاده رضا پهلوی مصاحبه کنه کسی اعتراض بهش بکنه، حتی مخالفان؟ کجا دیدید که آقایون دیگه، آقای تمام آقایون اپوزیسیون هر کدومشون، خانم ها مصاحبه بکنن بهشون اینجوری اعتراض بکنه؟ این نفرتی که مردم از مجاهدین دارن بیدلیل نیست، نتیجه خیانت رجویس به ملتش، به مملکتش، هماغوشی با صدام حسین موقعی که بر سر مردم ایران بمب و موشک میده. من دیروز و پیروز شگفتی زده شدم، گفتم میگه میشه اینقدر مردم واکنش تون نشون بدن، اینقدر بنویسن بگن؟ اصلا برای من غیر قابل تصور بود به یک سازمان ملتی اینقدر حساسیت داره. ببین مثلا بعضی چیزا بود منصفانه نبود. نمیدونم هر کس در ایران اینترنشنال کار میکنه صبح که از خواب بلند شد توی آینه باید ببینه از خودش بپرسه چند شرافت. نه این درست نیست. ایران اینترنشنال کارشو کرد. حالا یک کسی هم گفت، همکار قدیم و دوست من آقای اسخر رمضان‌پور اشاره کرده که این یک گزارش تبلیغی بوده، مثل آگهی بود. و واقعا من تعجب کردم چه خرجی کرده برای ایران اینترنشنال. نوشتین شما ایران اینترنشنال احتیاجی به این خرج نداره، یه تلویزیون متمکنه که همه امکانات رو داره، برای چی باید پول از مریم رجوی بگیره؟ حذف بعد نوشته در این که مریم رجوی اصل ترور شده و ایشان بدلش، اصلا شکی نیست، اما این صحنه رو خوب به خاطر بسپارید. عزیزان من، یه خورده در قضاوتامون عجله نکن. همین تلویزیون ایران اینترنشنال یه برنامه گذاشت با شاهزاده رضا پهلوی تو واشنگتن، بسیار هم برنامه قشنگ، خیلی هم موفق. اینقدر یک باره قضاوت نکنیم و آدم ها رو با این قضاوت هامون انگ بهشون نزنیم، خطرناکه. ما باید خیلی مراقب باشیم در انگ زدن. من حرفای زیادی راجع به سفر آقای ظریف به عراق دارم. دلایل اینکه سفر آقای الکاظمی به سعودی چرا به عقب افتاد، اینا رو که براتون باز بخوام. اما فعلا قبل از همه چیز بیایم ببینیم که تصادفی با یک آخوند میشه، بلکه بعد از این همه یه لبخندی هم بزنیم و بعد ببینیم گفتگوی بین آنها چی است. با هم نگاه میکنیم. زنگ بزن افسر، 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 زنگ
افسر جون بزن یا قرمز اصلا هیچ چیز سر نمیشه زنگ بزن یه طرفی نمیگه زنگ بزن چه صافتی نه من دلم میخواد سقط بشه چرا چون که تو زیادی نفس برای زیادی نفس میخوری من چه جانوری است این آخوند؟ یه پیره مردی رو مجروح کرده، آزار داده، اینم طرز حرف زدن باش. واقعا جای شگفتی داره. حضورت عرض کنم که در چند روز گذشته آقای احمدی نژاد چند کار متفاوت کرد. یکی این که در مورد چین اومد گفت اینا جزیره کیشو به چینی ها فروختن و این قرارداد خیانتبار رو از این هم. خب اینو گفت. ولی از یه طرف دیگه آقای احمدی نژاد نامه‌ای برای پادشاه سعودی نوشت. همینطور نامه‌ای به عبدالملک حوثی رهبر حوثی های یمن و در این نامه ها او گفت که زمان صلح فرا رسیده، جنگ نیابتی باید متوقف بشه. در واقع خواست از سعودی ها که بپذیرن ایشون یه میانجیگری بکنه که به جنگ یمن خاتمه. باری به هر حال این کار آقای احمدی نژاد، حالا من طرفدار میدونم نگاهم به آقای احمدی نژاد چیست، ولی اینکه یک مسئولی از جمهوری اسلامی که 8 سال رئیس جمهوری بود و دوره دومش با اون احوالات روبرو بوده بیاد به پادشاه سعودی نامه بنویسه و به همینطور عبدالملک حوثی، به اعتقاد من خود این بسیار با اهمیت. یعنی جمهوری اسلامی درک کرده که رابطهشون با سعودی اگر ادامه پیدا کنه با این وضع رابطه بسیار خطرناک. از اون طرف آقای ظریف در عراق در پاسخ نخست وزیر عراق گفته بود ابتکار رو باید سعودی ها انجام بدن، ما آماده ایم. یعنی ما حاضر به گفتگوییم، حاضریم به غرامت بدیم، خسارت سفارتشون رو بدیم. و خیلی جالب میده اینجا پرچم ایران نیست، ایشون با حکیم ملاقات میکنه، پرچم ایران نیست، در بسیاری از جاها پرچم ایران نیست و این خیلی دردناکه. چطور پرچم؟ حالا من این پرچم که قبول ندارم، ولی به هر حال وزیر خارجه جمهوری ولایت فقیه رفته. چطور الله اکبر عراق اونجاست، علامت سیکای هندی اینا نیست؟ باید تعجب. خب آقای ظریف عملا در عراق با همه ملاقات، یک روز پیش از سفر آقای کاظم، و درست وقتی ظریف به ایران برگشت سعودی ها اعلام کردن چون ملک سلمان به بیمارستان منتقل شده و بسیار برای روابط با عراق اهمیت قائله و خودش به شخصه میخواد در مذاکرات حاضر باشه، سفر به تعویق افتاد. الکاظمی هم یه اعلامیه داد بیرون، گفت که در موقع مناسب این سفر معلوم خواهد شد که چه موقع نخست وزیر به عربستان بره. اصولا این که آقای الکاظمی سفر اولش بخواد به عربستان بود، رژیم جمهوری اسلامی رو کلافه و جمهوری ولایت فقیه به هر وسیله‌ای میخواست متوسل بشه تا این سفر انجام نشه، که حالا میگم براتون بیماری پادشاه فقط دلیل نیست که چرا سعودی ها سفر رو به تعویق انداخت. رنگ کوتاهی میکنیم بعد من میام توضیحات کافی راجع به این سفر کردستان به ایشون رفت براتون خواهم داد. اما این ترانه که براتون پخش میکنم، یک دختر جوان تونسی که صدای جنبش سبز تونس شد در همون زمان و کودک بود، به گیتاری دستش میگرفت و میخوند. یه سفرم به ایران کرد
و در ایران عاشق دو تا ترانه شد. یکی شب‌های تهران که پروانه خونده بود و یه ورشنش هم زنده یاد الهه، و یکی سلطان قلب‌های عارف عزیز. همیشه سلطان قلب هست. خیلی سلطان قلب ها محبوبه تو افغانستان، تاجیکستان، ازبکستان، آذربایجان، عراق. و این دختره که نازنین چه زیبا سلطان قلب ها رو خونده. با هم گوش میدیم و برمیدیم. شکرن عمل مثلوثی، شکرن، بسیار قشنگ. با انوشیروان جان روحانی هم صحبت کرده که از آهنگ های او بخواند. قلت در تحصیل قرار گرفت. حضورتون عرض کنم که برگردم به سفر آقای زریف، چون بسیار با اهمیت. سعودی ها از این که زریف پرید رفت اونجا قبل از این که کاظمی بیاد به راه خوشنود بود. بر این باور بودن که اگر قرار آقای کاظمی یه بار دیگه مثل نخست وزیرای نوکر دیگه نباشه پاشه بیاد، لزومی نداره از جمهوری ولایت فقیه اجازه بده. ظریف با این زرنگی بازیشون اینا خواستن بگن نه، ما قبلا میریم و گفتگو رو می‌کنیم. خیلی جالب بود، دو تا پیام داشت. یه پیام از سید علی آقا که بگو بهشون زیاد تو آغوش سعودی ها نره. یه پیام از روحانی بگو ما حاضریم با سعودی ها گفتگو کنیم. خیلی جالب بود، خیلی جالب. بعدم گفتن سید علی آقا تهدید کرده که اگه این بره سعودی در تهران به حضور نمیپذیرد. حالا عراقی اینا رو به سعودی ها خبر دادن. آقا اون روزی اینا خرابکاری میکنن، میدونی که نوکراشون دست به تیرن، شروع میکنن میزنن، یه موشک به منطقه سبز میزنن، با امریکایی‌ها درگیر میشن. ما اینجا بدبختی میخوایم مملکتمون رو نجات بدیم، مردونگی کنیم با ما را. اتفاقا تقارن پیدا کرد با رفتن ملک به بیمارستان. طبیعی است ولیعهد محمد بن سلمان این اجازه رو داره و این امکانات رو که بشه گفتگو کنیم، به خصوص که با آقای کاظمی دوستی دیرینه داره. یه فیلمی که پخش میکنه العربیه و الحدث نشون میده هیئت همراه آقای برهم صالح رئیس جمهوری عراق که میرن، آقای کاظمی هم توشه. سفر پارسال ولیعهد با همه اینا دست میده، با کاظمی روبوسی صمیمی میکنه، یعنی نشون میده که با هم آشنا دوست. به هر روی سفر گفتن به توفیق، و شاید سعودی ها هم زرنگی کردن، خواستن آقای کاظمی بره ایران، بره آمریکا، بعد برگشتن بیاد به سعود، که در واقع حرفاشو این دو جا زده باشه بعد بیاد. حالا باید منتظر باشیم ببینیم قصه به کجا ختم خواهد شد. به هر حال از بغداد آقای ظریف تشریف بردن به اربیل. دیروز من در تلویزیون رادعا بودم و با هم مفصل حرف زدن راجع به سفر آقای ظریف. کردها از جمهوری اسلامی دلگیرن. این عملیاتی که اینا انجام دادن، به داخل خاک عراق رفتن، کردها رو کشتن، به حزب دموکرات کردستان ایران حمله کردن، به کمله حمله کردن، به حیات حزب حیات حمله کردن. خب از چشم دولت خود مختار کردستان دور نمیمونه و اونا هیچ وقت نخواستن ترکیه رو در کنار ایران بگذارن. آقا نیچیروان تو ایران بزرگ شده، بچه کوچیکی که بود رو زانوی پدر بزرگ میشست، من دیدمش، مدرسه رفت اونجا با عمو ادریس، یادمه تمام برنامه رو. و این به نظر من خیلی سنگین بود. اما کاک مسعود بارزانی هم ظریف رو دید، نیچیروان هم دید، قباد هم دید، و آقای قباد طالبانی و همینطور رئیس پارلمان کردستان همه دیدن. و جالب این بود کنار آقای ظریف کسایی که نشسته بودن، یکی آقای غلامرضا انصاری بود که معاون اقتصادی اوست، سفیر اسبق رژیم در لندن و یه دیپلمات با سابقه، و این طرفش هم یه انصاری دیگه نشسته بود که معاون سیاسیش، و این دو همراهش بودن. اما دیدن ایرج مسجدی
با اون قیافه کری و چهره آدمکش که داد میزنه این چقدر آدم کشته، اونجا که نشسته بود واقعا شرمسار میشد. چند روزی است که جلد سوم خاطرات آقای اردشیر زاهدی رو دارم میخونم. بخشهایی از سیاست مستقل ملی یاد کرد و اونجا آدم میبینه پادشاه معنی سیاست مستقل ملی نزد او چه معنایی داشت و چگونه او جهان رو میدید. اردشیر خان میگه پادشاه دلش میخواست با تمام دنیا رابطه خوب داشته باشه. حتی میگه من داشتم میرفتم کنفرانس اسلامی به لبا، توی هواپیما زنده یاد صفا حائری عزیز، امیر طاهری و محمد پورداد میگه با من بودن و گفتن از من سوال کردن آقا حالا لیبی رو چیکار میکنی؟ گفتم آقا لیبی رو به دوفکتو به رسمیت شناسیم. بعد میگه در مورد فلسطین هم باز ببین، میگه رفتم با پادشاه صحبت کردم، معاون عرفات اومد ایران، سه چهار روز ازش پذیرایی کردیم، بعد رفت یه چکی هم براشون فرستادیم در مغرب تحویلشون، و بعد شرحی میده راجع روابط ایران و کویت، ایران و عربستان، ایران و بحرین، قصه رفراندوم بحرین. فوق العاده است این کتاب. اولا نشون میده که پادشاه تا چقدر وطن پرست بود و به حاکمیت ایران چه اعتقادی داشت. داستان بازپسگیری جزایرمون رو میگه، واقعا خواندنی. و یه تیکه از راجب روابط پادشاه با ملک فیصل، دیدارایشو از سعودی، یه دیدار میگه عتیش زاهدی منم باهاش بودم و چه پذیرایی سعودی ها کردن، طاق نصرت همه جا بسته بودن، اون رقص سنتیشونو با شاه انجام دادن، تمام عمرا و شاهزادگان بزرگ، امیر مشعل که امیر مکه بود، سلطان، عبدالله، نایف، اینا همه بودن و خیلی به پادشاه احترام گذاشتن. اتفاقا یه تصویری از اونجا پیدا کردیم، ما این رو با هم نگاه میکنیم از اون سفر. امیر سلمان پادشاه فعلی و امیر منطقه ریاض در اون وقت در تصویر هست با رقص شمشیر. چه حرمتی برای پادشاه قائل بود و بعد چقدر حرمت قائل شدن برای آقای خاتمی. متاسفانه جمهوری اسلامی سفارتشون آتیش زد و این بلاها و مصائب رو به وجود اومد. یه چیزی که خیلی منو ناراحت کرد، منو سرجان بختیاری رو دستگیر کردن از کیش و بردنش به زندان بندرعباس. برادر او صحبتهایی داره که با هم میشنه. به نام ایران، هم میهنان عزیزم، از ابراز نگرانی شما مردم فهیم ایران با ما خانواده بختیاری در مورد بازداشت برادرم منوچهر بختیاری کمال سپاس و امتنان رو دارم. بعد از چند روز دلنگرانی ما در مورد برادرم منوچهر، ما با ستاد خبری وزارت اطلاعات تماس گرفتیم و بعد از چند ساعت اداره اطلاعات با ما تماس گرفت و گفتش که امروز جمعه مورخ 27/4/1399 به اداره اطلاعات مراجعه کنیم. و وقتی که به اونجا رفتیم در مورد چگونگی حال ایشون پرسیدیم، گفتن که ایشون رو از کیش به بازداشتگاهی در بندرعباس انتقال دادن و تا اطلاع ثانوی گفتن که نمیتونیم باهاشون تماس تلفنی داشته باشیم یا حضوری ببینیمشون. برادر من منوچهر بختیاری فقط دادخواه پسرش پویا بختیاری هستش، دادخواه خون به ناحق ریخته پسرش هستش و ما خانواده بختیاری خواستار آزادی برادرم هستیم. درود میفرستم به منوچهر عزیز و جاودان باد نام فرزند شهیدش. واقعا تلخ و دردناکه پدری رو در این شرایط، و این پدر چه دلاوریست، چه دلاوریست. سید علی آقا کیشو ماتت کرد، کیشو مات. و واقعا درود به این پدر میفرستم، درود.
رژیم تمام دستاوردهای رژیم گذشته رو میخواد به حساب خودش بزنه. شهیاد و صاحب شد. میدان آزادی. آزادی. همین مونده که اونجا هم تیر دار بزنن بلند کنن آدم ها رو دار. خیابون میبینی شاهرزا که مال شما نیست. ولی یه عصر. خیابان ولی یه عصر. خیابان پهلوی مال شما نیست. خیابان جمهوری. خیابان شاه میشه جمهوری. و این بازی هایی که دارم بهشت زهران هم صاحب شد. البته. حق دارن بهشت زهران. چون بهشت زهران در دوران اونا واقعا آباد شد. واقعا. خمینی گفت من خونه بهتون میدم. آب برق مجانی. اما قبر 80 میلیونی داره میده الان. 50 میلیونی داره میده. جشن 50مین سال تاسیس بهشت زهران. آقا شما فکر کنید. این رو مرد بزرگی مثل غلامرضا نیکبی پایگذاری کرد که این رژیم گرفت رو کشت. و اینم سید حسن خمینی است. ماشاءالله ساخته. این پولایی که تقدیم ایشون میکنن، میلیاردهایی که میگیره خیلی بهش ساخته. این کیک هم که جلوش گذاشتن لابد یه تیکه بزرگش سهم ایشون. حسین تو کجایی حسین خمینی؟ توف انداخت و پشت پا زد به دنیا اینا. بچه دلیری بود. پاشد رفت واشنگتن با رضا پهلوی ملاقات کرد. خیلی ها. و محلی به اینا نذار. اینم باز با آقای ظریف بگم. آقای ظریف، آقایون انصاری ها. پرچم در کنار شما نبود. عراقی ها پرچم نگذاشتن. البته ما این پرچم رو قبول نداریم. پرچم با علامت سیکای هنده، ولی به هر حال پرچم نبود و این توهین به شما بود. حالا اینجا میفهمین که نزد عراقی ها چقدر بی‌اعتباره. و جالب اینه برمیدارن توی این وبلاگاشون و این سایت هایی که دارن می‌نویسن استقبال مردم عراق از ورود آقای ظریف، بعد یه دو خط میبینی مشتی حسن علی مرحبا بک یا دکتر ظریف. اصلا مشتی حسن علی کیه؟ سقای کربلاست نوشته برای آقای ظریف. و نمونه از این حرفا که میبینیم. پدری پسرشو کشته، دخترش هم گرفت. پیامی خطاب به اینا داده. دلم میخواد این پیام رو بشنوید از آقای انصاری فرد. درود خدمت مردم فهیم ایران. این جانب امین انصاری فر، پدر جانباخته فرزاد انصاری فر، شهید آبان 98 و جانباز جنگ تحمیلی. پنج شنبه 26 تیر 99 دخترم فرزانه انصاری فر با تماس یکی از آشنایان از منزل خارج شد. برای دخترم تله گذاشتن و از خونه چشیدنش بیرون، در حالی که بین مردم داشت به شلوغی ها نگاه می کرد. از بین صده ها نفر زن مرد فقط فرزانه را گرفتن و حتی وقتی همسرم و دخترم برای پیگیری کار فرزانه با خودرو به سمت اداره اطلاعات در حرکت بودند، ده ها مامور آنها را محاصره کردند و حتی تیر هوایی شلیک کردند و باعث ترس وحشت نوه های کوچکم که در ماشین بودند شد. من به خاطر دفاع از این آب و خاک به جبهه رفتم و مجروح شدم. رفتم تا فرزندانم در امنیت آرامش زندگی کنند، اما نمی دانستم دشمن من همین دوست. فرزاد من که عصای دستم بود و می رفت کارگری می کرد تا کمک حالم باشد، را در روز روشن از پشت سر گلوله می زنم و 8 ماه تمام خاطرش را به من معرفی نمی کنم. حالا هم بدای بازداشت کردن قاتل پسرم دخترم را بازداشت کردم و می گن سرا صدای برادرت شدی. این بود جواب زحمات منی که از دانم برای کشورم مایه گذاشتم. ما یک روز با تمام گرانی ها و مشکلاتی که وجود دارد خانواده شادی بودیم و دلمون به هم خوش بود. اما با کشتن پسرم، بازداشت دخترم، ما را به خاک سیاه نشوندند. هاتون را از جلوی خانواده من بردارید.
پسر ابا که نمیتوانید زنده کنید. انصاری فرد عزیزم، همدل و هم صدا با تو هستم. آرزو میکنم هرچه زودتر دخترت بیرون بیاد. رژیم جهل و جور و فساد از اون طرف آقای بختیاری هم گرفتن، بسیاری از پدران، مادران، برادران، خواهران اون رفتارشون با پروین خانم و پسر نازنین سهراب بود که کشتنش. پدر محسن رو بهش یه شغل دادن، آرومش کرد. ولی خانواده خیلی ها هستن، خانواده حاضر نیستن عزیزشون رو بفروشن. خانواده آقا سلطان حاضر نیست خون ندا رو بفروشه به یه پول و خونبها میخوان بشمه. نمیخوایم. دست گل ما رو پرپر کردیم، ما پول نمیخوایم ازن. و آخرین نکته که خیلی تکون دهنده بود اینه که حسن روحانی بیاد بگه 25 میلیون نفر در ایران مبتلا به کرونا. این آقایی که تا پیروز همه شهر رو سپید، همه امامزاده ها سپید، همه جا سپید، و شهر مادم نباید بکنه از مردمش که بیاد این حرفو با اینجور بزنه، نگران کنه همه رو بدون مطالعه، بدون دقت، بدون اینکه تحمل بکنه. آمار در ایران بسیار بالاست. بسیاری از مردم که حتی گرفته باشن، جوونا رد کرده باشن، خدا رو شکر آمار بالاست. ولی 25 میلیون رو که میگی مرد بی مسئولیت. تو وقتی میگی 25 میلیون میدونی چه ولوله ای تو خانواده ایجاد میکنی. و من از هموطنانم میخوام واقعا خودتون مراقب باشید. این رژیم مراقب شما نیست، این رژیم مسئولیت نداره. دولت آمریکا، انگلیس و فرانسه و آلمان نیست که مسئولیت به داشته باشه در برابر مردم. این رژیم آدم کشه. میگه خب بهتر بذاری یه میلیون جمعیت کمتر بشه. رژیم اینجوری به شما نگاه میکنه. خودتون باید مراقب خودتون باشید و اجازه ندید بازیچه ملعبه این اداها و اطوارای روحانی و سید علی آقا و بقیه شون بشه. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته. علیرضا نوری‌زاده، تا فردا همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم.